بسم الله الرحمن الرحیم. سلام مجدد خدمت شما دانشجویان محترم و ویدیوی دوم درس هفته هشتم مضمون مسائل سیاسی جهان یک خوش آمدید. طوری که در آغاز ویدیوی اول این هفته عرض کردم، ویدیوی دوم این هفته اختصاص دارد به بخشی از مبحث دوم فصل سوم جهان در حال توسعه در سازمان‌های بین المللی. بخشی از این مبحث را می‌خوانیم و بخشی از آن می‌ماند برای هفته بعدی. در این مبحث می‌بینیم که سازمان‌های بین المللی چه رفتارهایی با جهان در حال توسعه داشتند و جایگاه کشورهای جهان در حال توسعه در این سازمان ها در کجا هست. کشورهای در حال توسعه با در دست گرفتن اکثر کرسی های مجمع عمومی ملل متحد این نهاد را در دست خود گرفتند. باید عرض کنیم که کشورهای در حال توسعه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد اکثریت هستند. از آنجایی که تمامی اعضای ملل متحد از حق یک رأی برخوردار هستند، کشورهای جهان در حال توسعه هم که عضو ملل متحد هستند یک رأی دارند. رأی اینها در مجموع در مجمع عمومی ملل متحد خیلی زیاد است. بنابراین شاید به صراحت بشود گفت در تنها سازمان بین المللی که کشورهای در حال توسعه در آنجا در اکثریت قرار دارد، مجمع عمومی ملل متحد است. حالا اگر ما مجمع عمومی ملل متحد را یک نهاد بین المللی جداگانه بدانیم، چنین چیزی در مورد آن صدق می کند. خب حالا مشخص تر صحبت می کنیم، ببینیم که کشورهای در حال توسعه در برخی از سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی مشخص از چه جایگاهی برخوردار هستند. یک، سازمان ملل متحد. ببینیم در سازمان ملل متحد که بزرگترین سازمان بین‌المللی در تاریخ بشر بوده و هست، جایگاه این کشورها در کجا هست؟ سازمان ملل متحد هرچند تحت تأثیر جنگ جهانی دوم به وجود آمد و یکی از پیامدهای جنگ جهانی دوم بود، ساختارش متناسب با شرایط جهان بعد از جنگ جهانی دوم بود، ولی هنوز هم کماکان به نقش خود ادامه می دهد، هنوز هم مؤثریت خود را دارد. هرچند در بسیاری از موارد سازمان ملل متحد کمکاری کرده، ابزار دست شده، کنار زده شده، ولی با تمام این مسائل سازمان ملل متحد یک نهاد مؤثر و خوبی برای نظام بین الملل و جهان است و بایستی سازمان ملل متحد برای کارآمدتر شدن اصلاح شود. نیاز جدی به اصلاحات در سازمان ملل متحد تصور می شود. اگر در سازمان ملل متحد اصلاحات جدی، بنیادی و ریشه‌ای به وجود آید، بدون تردید نقش این سازمان پررنگ‌تر خواهد شد. اما ما باید بدانیم که سازمان ملل متحد یک نهاد پیچیده‌ای هست و نهادهای زیادی را در زیر مجموعه خود قرار داده است. به طور معمول از سازمان ملل متحد تحت نام نظام سازمان ملل متحد یاد می شود. آنقدر سازمان ملل متحد گسترده شده و دارای عناصر شده که به یک نظام مبدل گردیده است. امروز اصطلاح نظام سازمان ملل متحد به کار می رود. پس ما باید بدانیم که با یک نظام و با یک سیستمی به نام سازمان ملل متحد روبرو می باشیم. به لحاظ نظری مجمع عمومی ملل متحد هسته اصلی آن را تشکیل می دهد.
از لحاظ تئوریک و نظری وقتی که ما منشور ملل متحد را بخوانیم و این سازمان را مطالعه کنیم متوجه می شویم که مهمترین رکن سازمان ملل متحد مجمع عمومی آن است. در منشور ملل متحد طوری سخن گفته شده که مرکز ملل متحد هسته اصلی آن، اصلی ترین رکن آن مجمع عمومی هست که به مثابه یک پارلمان جهانی عمل می کند. اما در عمل چنین چیزی وجود ندارد. در عمل بیشترین صلاحیت و هسته ملل متحد شورای امنیت این سازمان است، نه مجمع عمومی آن. مجمع عمومی ملل متحد بارها به حمایت از کشورهای در حال توسعه قطعنامه‌هایی بر ضد کشورهای توسعه یافته صادر کرده است. این مجمع عمومی ملل متحد که کشورهای در حال توسعه در آن در اکثریت می باشند بارها عامی کشورهای در حال توسعه بوده، قطعنامه‌ها، پلان‌ها، برنامه‌ها و استراتژی‌هایی را تصویب کرده که در حمایت از کشورهای جهان سوم بوده و بر ضد کشورهای توسعه یافته و حتی قدرت‌های بزرگ جهان بوده است. این مجمع عمومی ملل متحد است که بودجه آن را تصویب می‌کند. بودجه سازمان ملل متحد هم از طرف مجمع این سازمان تصویب می شود. خب سلاید بعدی را می آورم. از مجمع عمومی سازمان ملل متحد که بگذاریم به نهاد دیگر این سازمان اشاره می کنیم. اما شورای امنیت قدرت واقعی ملل متحد را در دست خود دارد. شورای امنیت که رکن دیگر سازمان ملل متحد می باشد در واقع قدرت اصلی و همچنین هسته اصلی ملل متحد در عمل است. به سخن دیگر صلاحیت هایی که شورای امنیت دارد بیشتر است از صلاحیت های هر نهاد دیگر این سازمان. هرچند بعضی از صلاحیت های شورای امنیت با مجمع عمومی این سازمان مشترک است، ولی یک تعداد صلاحیت های انحصاری شورای امنیت دارد که در واقع قدرت آن را از مجمع عمومی و دیگر نهادهای ملل متحد بیشتر می کند. متاسفانه کشورهای در حال توسعه در شورای امنیت سازمان ملل متحد نقش پررنگی ندارند. نقش پررنگ آنها در مجمع عمومی ملل متحد به مشاهده می رسد. خب از شورای امنیت که بگذاریم، شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد است. ببینیم در این شورا وضعیت چگونه است. شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد 54 عضو دارد که برای 3 سال اعضای آن انتخاب می شوند و نیز ارتباط ویژه با کشورهای در حال توسعه دارد. شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد رکن دیگر سازمان ملل متحد می باشد. 54 عضو دارد. اعضای آن به صورت دوره‌ای انتخاب می شود. هر 3 سال یک بار اعضای آن انتخاب می شوند و این شورا با کشورهای در حال توسعه برنامه های مشترک و روابط خوبی دارد. این شورا نقش هماهنگ کننده دارد و فعالیت های نهادهای زیر مجموعه خود را هماهنگ می کند. نقشی که برای شورای اقتصادی و اجتماعی می توان قائل شد نقش هماهنگ کننده است. نهادهای زیادی در زیر مجموعه آن قرار دارد، کار این نهادها را هماهنگ می کند. سازمان بهداشت جهانی یکی از کارگزاران آن است. این سازمان صحت جهانی یا بهداشت جهانی که این روزها نامش را زیاد می شنوید یکی از نهادهای زیر مجموعه شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد است که بخش اعظم بودجه‌اش را آمریکایی‌ها می داد که می دانیم این روزها تحت انتقادات شدید آقای ترامپ قرار دارد و با
بودیجهش را آقای ترامپ قطع کرده و آن را متهم به سرانگاری و حمایت از چین می کند. شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد نقش خوبی در زمینه توسعه همچون کنترل بیماری ها، مبارزه با فقر و غیره ایفا کرده است. از حقیقت نباید گذاشت، برنامه های خوبی این شورا داشته و عملی کرده در زمینه توسعه و انکشاف اقتصادی، در زمینه مبارزه با برخی از امراض، مبارزه با فقر و بیکاری و غیره دستاوردهای خوبی داشته. خب اوضاع کشورهای در واقع در حال توسعه چگونه هست در این سازمان، یا جایگاه کشورهای جنوب در این سازمان چگونه است؟ حقیقتش در اینجا هم حضور دارند کشورهای در حال توسعه و این نهاد هم کارهایی که می کند بیشتر در کشورهای در حال توسعه است و با دولتهای آن در ارتباط است. می توان گفت این نهاد روابط تنگاتنگی با کشورهای در حال توسعه دارد و اغلب خدمات و فعالیت‌های آن در این کشورها انجام می شود. خب این سه رکن ملل متحد، به رکن بعدی اشاره می کنیم. همچنین شورای قیمومیت آن هم نقش خوبی در این کشورها داشته و بر روند دستیابی شماری از کشورهای در حال توسعه به استقلال نظارت خوبی داشته است. یکی دیگه از ارکان سازمان ملل متحد همین شورای قیمومیت بوده که این شورای قیمومیت یا سرپرستی نقش خیلی خوب و فعالی داشته در کشورهای در حال توسعه، اون کشورهایی که در واقع تحت قیمومیت بعضی از قدرت ها در آمده بودن خیلی نقش خود را به خوبی بازی کرده، نظارت خوبی بر عمل کرده. این کشورهایی که در اونجا به حیث سرپرست در واقع عمل می کردن داشته است. از یک منظر شورای قیمومیت را می توان از موفق ترین اجزای سازمان ملل به حساب آورد. ما از یک دیدگاه می توانیم بگوییم مهمترین رکن موفق سازمان ملل متحد یا موفق ترین رکن سازمان ملل متحد شورای قیمومیت بوده. چرا؟ چون تمام وظایفی که به آن سپرده شده بود آن را به خوبی انجام داد و فعلا دیگه وظیفه ای ندارد. این شورا آنقدر خوب بر استقلال نظارت کرده که دیگر نقشی ندارد. ما دیگه امروز برای این شورا نقش قائل نیستیم، چرا که کارش تمام شده، اون بحث قیمومیت ها تمام شده، ولی خب به عنوان یک سمبول هنوز هم موجود است. خب می شود گفت ملل متحد 6 رکن اصلی دارد: دبیرخانه، مجمع عمومی ملل متحد، شورای امنیت، شورای اقتصادی و اجتماعی، شورای قیمومیت و کمیسیون حقوق بین الملل. پس باید عرض کرد که در شورای قیمومیت هم نقش کشورهای در حال توسعه قابل توجه است و کارکردهای کشورهای ببخشید کارکردهای این شورا برای کشورهای در حال توسعه مفید و مؤثر بوده است. ما از 4 نهاد مجمع عمومی ملل متحد در اینجا یاد کردیم، یا از 4 رکن آن سخن گفتیم. این 4 رکن در جاهای مختلف جلسات خود را دایر می کند و برنامه های خود را اعمال می سازد. این تصویری که می بینید مربوط مجمع عمومی ملل متحد است که در آغاز در بابش سخن گفتیم. این تصویر دوم را که می بینید در مورد شورای امنیت سازمان ملل متحد است. این تصویر را که می بینید در باب شورای اقتصادی و اجتماعی این سازمان است و این تصویر هم در مورد شورای قیمومیت این سازمان می باشد. جلسات هر کدام از این نهادها را مشاهده و ملاحظه فرمودید تا مسائل مرتبط با این سازمان ها به یاد شما باشد. سلاید بعدی را می آورم. صندوق بین المللی پول.
صندوق بین المللی پول برای تداوم بخشیدن به عملکرد نظام مالی جهان فعال است. از ملل متحد میگذریم، حالا ببینیم که نقش کشورهای در حال توسعه در صندوق بین المللی پول چگونه است. صندوق بین المللی پول برای اینکه نظام مالی جهان فعال باشد و تداوم یابد به وجود آمده است. رأی گیری در صندوق بین المللی پول به گونه ای نیست که هر عضو یک رأی داشته باشد، بلکه طوری است که به سهمیه هر کشور مربوط است. آمریکا که سهم زیادتری دارد، سهم رأی آن هم زیادتر می باشد. سهم آمریکا تقریبا به 17% می رسد. اینجا داستان با داستان مجمع عمومی ملل متحد فرق می کند. این بدین معنا نیست هر کشوری که عضو صندوق بین المللی پول است یک رأی داشته باشد. متناسب با سهمیه خود در این صندوق، با پولی که در این صندوق دارند، حق رأی دارند. آمریکا از همه بیشتر سهم رأی دارد، در صندوق بین المللی پول نفوذ زیادی دارد، برای اینکه 17% سهم دارد. جهان توسعه یافته همواره در صندوق بین المللی پول اکثریت دارد. صندوق بین المللی پول جای پولدار است، جای کشورهای پولدار است، برعکس مجمع عمومی که جای کشورهای بی پول بود. در اینجا باید عرض کرد که صندوق بین المللی پول جای پولداران است. کشورها می توانند در چندین بخش وام و در چندین مرحله وام بگیرند. کشورها می توانند تحت شرایطی که اشاره می کنیم قرض بگیرند و یا در مراحل گوناگونی. اما این کمک کردن نیاز به شروطی دارد. این شروط به معنای میزان نفوذی هست که صندوق در اقتصاد آن کشور به دست می آورد. این صندوق سیاست های اقتصادی نئولیبرالی را تبلیغ می کند. خب اینطور نمی شود که برویم از این صندوق کمک بگیریم. باید شرایط آن را در واقع بپذیریم و شرایط آن این است که نئولیبرالیسم را باید قبول کنیم، ارزش های نظام سرمایه داری را باید بپذیریم. در غیر آن صورت وامی در کار نمی باشد. سلاید بعدی، بانک جهانی. ببینیم در بانک جهانی وضعیت چگونه است. بانک جهانی محور کار خود را اعطای وام به کشورهای در حال توسعه قرار داده است. بانک جهانی می خواهد برای کشورهای در حال توسعه وام بدهد، قرض بدهد. محور کارش این است. بهتر است به دلیل پیچیده بودن بانک جهانی در مقایسه با صندوق بین المللی پول از گروه بانک جهانی سخن گفت. امروز اصطلاح گروه بانک جهانی به کار می رود. اگر ما بخواهیم صندوق بین المللی پول را با بانک جهانی مقایسه کنیم، باید عرض کنیم که بانک جهانی در مقایسه با صندوق پیچیده تر است و فعال تر است. بانک جهانی در فاصله دههای 1950 تا 1970 از توسعه با هدایت دولت حمایت میکرد و به همین سبب به حکومتها به مسابقه کارگزاران اصلی توسعه کمک مینمود. بانک جهانی تقریبا 20 سال در دههای 1950 تا 1970 برنامه‌اش این بود که کمک های خود را، وام های خود را در اختیار دولت ها قرار بدهد، چون در آن زمان در غرب این باور وجود داشت که توسعه بدون نقش فعال دولت امکان پذیر نیست. نظریات نهوکینزی در واقع حاکم بود، اما فعلا دیگه چنین نمی کند. فعلا بانک جهانی علاقمند است کمک های خود را در اختیار نهادهای دیگر قرار بدهد. در پرداخت وام این بانک نیز هدف‌های نیولیبرالی را دنبال می کند و در حال حاضر کمک آن مشروط است به اینکه دولت ها در روند توسعه مداخله نکند. فعلا مثل صندوق بین المللی پول اهداف نیولیبرالی دارد. شرطش این است که به نهادها کمک می کند، به سازمان های داخل یک کشور کمک می کند تا به دولت. صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی سه بازیگر اصلی در عرصه امور مالی و تجارت جهانی می باشند و هر سه نهاد نقش مهم و تأثیرگذاری در امر توسعه دارد.
این سه نهاد اساساً نهادهای مهمی هستند که ما در این مبحث درباره صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی صحبت کردیم. انشاءالله در هفته آینده در مورد سازمان تجارت جهانی هم سخن خواهیم گفت. اینها در عرصه امور مالی و تجارت جهانی نقش فعالی دارند، ولی کشورهای در حال توسعه در این نهادها نقش فعالی ندارند. خب این سلاید را هم که میبینید، این تصویر رو که مشاهده میکنید تصویر ساختمان صندوق بین‌المللی پول میباشد و این هم تصویر ساختمان بانک جهانی میباشد. خب مبحث دوم فصل سوم ادامه دارد. از توجه و همراهی شما سپاسگزار هستم. تا هفته آینده خدا نگهدار.